آقای حمید آقای عضو شورای مدیریت گذار و فعال سیاسی ساکن هلند. جناب آقای خیلی خوش اومدید. همزمان با افزایش اعتراضات به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، ما شاهد هستیم که 3 معترض دیگر در ایران حکم اعدام گرفتن. به نظر شما این ماشین سرکوب، ترور و کشتار رو چه چیزی میتونه متوقف کنه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون و با عرض تسلیت به خانواده 2 جوان برومندی که در شنبه گذشته توسط قضات مزدور جمهوری اسلامی حکم اعدام گرفته بودند و مشمول قتل حکومتی شدند، با عرض تسلیت و همدردی به همه مردم ایران. خب ماشین سرکوب و اعدام، همانطور که آقای خامنه ای امروز در صحبتهاش مطرح کرد، در واقع همان ماشین سرکوب و اعدامی هستش که در واقع در سالهای 60 عمل می کرد و آن موقع در واقع به گفته خود آقای خامنه ای خدای دهه 60 مشغول در واقع کشتن و نابود کردن نسلی بود که در اون سالها در برابر جمهوری اسلامی قد علم کرده بود و الان هم در واقع خامنه ای و حکومتش فکر میکنن که همچنان باید همون خدای دهه 60 عمل بکنه، چون راهی برای بازگشت ندارن، نه راه پیش و نه راه پس دارن و بنابراین تصور میکنن که با ارعاب. جناب آقای، حالا میشه در ادامه به صحبت های آقای خامنه ای بیشتر پرداخت، ولی خب این که ما میبینیم واکنش ها در سطح بین الملل خیلی زیاد بوده، نهادهای حقوق بشری اومدن و اعتراض کردن نسبت به اجرای احکام اعدام، شخصیت ها اومدن، شخصیت های هنری، شخصیت های برجسته سیاسی، اونایی که مستقلا دارن کار میکنن، ولی چرا حکومت به اونها توجه نمیکنه و داره راه خودش رو میره؟ خب حکومت راه دیگری نداره، حکومت در راهی قدم گذاشته و این محدود به همین دوران انقلاب زن به زندگی آزادی نیست. از سالهای 60 حکومت در واقع همون خدای دهه 60 این راه رو انتخاب کرد، با اعدام‌های گسترده در اون سالها و بعد قتل‌های زنجیره‌ای و سپس ترورهای در خارج کشور و بعد کشتن بیش از 1500 نفر در اعتراضات چند روزه آبان 98. این حکومت راه دیگری نداره، این حکومت فقط بر خون و بر سرکوب استوار هست و خودشون هم میدونن، چون توانایی اداره کشور ندارن و هر مخالفی رو، حتی مخالفین داخلی خودشون هم به هر شکلی سرکوب میکنن و حذف میکنن. بنابراین حکومت البته به امید حمایت هایی که ممکنه از برخی از کشورها، از چین و روسیه بگیره و به امید قدرت نظامی خودش تصور میکنه که در مقابل فشارهای بین‌المللی میتونه مقاومت بکنه، اما به تصور من فشارهای بین‌المللی تا به حال هم در واقع اثرات خوب، نسبی خوبی داشته، وگرنه بیش از این حکومت دست به اعدام میزد. بله. و سعی میکنه، درسته، ولی خب جناب آقایی، خیلی ها در کنار این که دارن ستایش میکنن و میگن به هر حال گام هایی که کشورهای دموکراتیک برداشتن در رابطه با حمایت از جنبش انقلابی اخیر به نحوی نسبت به گذشته بهتر بوده، ولی هنوز میگن اگر میخوان که حکومت جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن باید گام های قاطعانه تری بردارن، مثلا بیان سفرای جمهوری اسلامی رو اخراج بکنن یا روابط دیپلماتیک خودشون رو به حالت تعلیق در بیارن. آیا به نظر شما چنین چیزی رو میشه از اونها انتظار داشت؟ بله بله حتما، و ما شواهدش رو و اطلاعات و اخبارش رو در رسانه ها میبینیم که دولت های آماده هستند، صحبت این رو کردن، پیشنهاد کردن به جامعه اروپا که سازمان سپاه پاسداران رو جزء لیست سازمان های تروریستی قرار بدن و در 16 فکر میکنم ژانویه در واقع جامعه اروپا، پارلمان اروپا در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد و من امیدوارم و باید در واقع جامعه ایرانیان خارج کشور به هر شکل ممکن که میتونن با تجمعات، اعتراضات، نامنگاری و فشار بر دولت‌های کشورهای خودشون در واقع جامعه اروپا و پارلمان اروپا رو وادار بکنن که سپاه پاسداران رو وارد لیست سازمان‌های تروریستی بکنه و همچنین سفرا رو باید، فراخواندن سفرا و تذکر بهشون هیچ فایده ای نداره، باید سفرا رو اخراج بکنن و سطح روابط رو در سطح پایینی قرار بدن. حالا نمیخوان سفارتخانه ها رو ببندن، روابط
اصلی رو داشته باشن. اینا اقداماتی هستش که من فکر میکنم الان دم دست هست و هر چقدر که ما بیشتر فشار بیاریم جامعه ایرانیان خارج کشور و طبیعتاً هر اندازه که جنبش اعتراضی مردم ایران ادامه پیدا بکنه، دولت‌ها مجبورن، دولت‌های کشورهای آزاد مجبورن به تبع عمومی خودشون دست به اقدامات جدی تری بزنن. من میخوام آقای جناب آقای من میخوام به درسته من میخوام برگردم به صحبت‌های آقای علی خامنه‌ای که امروز داشته او اعتراضات رو باز هم به دشمن خارجی نسبت داد، ولی خب در این حال گفت که ما مشکلات اقتصادی در کشور داریم ولی راه حلش اعتراض و به قول خودش اختشاش نیست. او سرکوب ها رو هم به نوعی اومد با یک سری از الفاظ توصیه کرد و تمجید کرد، از برخورد جدی و عادلانه با معترضان گفت، در یک جا هم صحبت از این کرد که جهاد تبیین باید داشته باشیم، با باتوم نمیشه مردم رو به نوعی اصلاح کرد. آیا به نظر شما، چون قبلا هم برخی از مقام های جمهوری اسلامی از این صحبت کرده بودن که باید با معترضان وارد مذاکره بشیم، آیا صحبت های او بویی از این میداد که معترضان رو به رسمیت بشناسه و بخواد با اونها وارد مذاکره بشه؟ فکر نمی کنم. همونطور که خودتونم فرمودید، آقای خامنه‌ای همیشه اعتراضات رو به عنوان اختشاش و در واقع عوامل دشمنان خارجی معرفی کرده و حتی در همین صحبتش هم گفته که به هیچ وجه رحم نکنید، توبه و تواب شدن در واقع وقتش گذشته و در واقع باید احکام رو با قاطعیت اجرا بکنن. آقای خامنه‌ای اعتراضات رو در واقع به عنوان اختشاشات و به دشمن نسبت میده و قاطعانه هم ایستاده. به نظر من نه، خامنه‌ای و به خصوص اون عوامل اصلی و اون هسته سخت قدرت به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نیستن و این علامتی نیست برای در واقع گفتگو و مذاکره، بلکه بیشتر خامنه‌ای سعی میکنه که به روحیه بیشتری بده، به نیروهای خودش تشویق بکنه و در واقع بگه من ایستاده هم، شما هم در کنار من بایستید و یک قدم عقب نشینید. من تصوری نمیکنم و از قاموس و فرهنگ این فرد و ذات و شخصیتش بر نمیاد که ذره عقب نشینی کنه. شعارهایی که علیهش داده میشه در خیابان ها، کینه‌ای که الان پیدا کرده نسبت به جوانان، سعی میکنه در این سخنان و در توسط قضات مزدور خودش در واقع با شدیدترین در واقع واکنش نشون بده از جمله حکم اعدام. ممنونم از آقای حمید آقایی، عضو شورای مدیریت گذار از آمستردام هلند.